اعتراض‌های دانشجویی در یزد، شهر کرد و اصفهان. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، مسجد سلیمان، بندرعباس، بروجرد، قروه، سقز و پاوه. دانشجویان دختر دانشگاه آزاد یزد در اعتراض به پوشیدن اجباری چادر در دانشگاه دست به تجمع زدند و با مزدوران حراست درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر حراست به تجمع کنندگان یورش بردند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز چهارشنبه هفتم اسفند به بهانه مبارزه با بدحجابی در ورودی دانشگاه پیام نور در خیابان طالقانی شهر کرد مستقر شدند و حدود 40 تن از دانشجویان دختر و پسر را بازداشت کردند و به شکل توهین‌آمیز در خیابان نگه داشتند. این اقدام سرکوبگرانه باعث خشم دانشجویان شد و آنها با مأموران سرکوبگر درگیر شدند. مردمی که در محل نیز حضور داشتند در این درگیری وارد شده و چندین مأمور رژیم را گوشمالی دادند. این درگیری منجر به بازداشت 30 تن از دانشجویان گردید. دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به بازداشت یکی از دانشجویان توسط مزدوران حراست به بهانه واهی بلند بودن موی سر تجمع کردند و دانشجوی دستگیر شده را آزاد کردند. دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه مهاجر اصفهان روز سه‌شنبه ششم اسفند به تغییر زمانبندی کلاس‌های خود اعتراض کردند و خواستار تغییر مجدد این زمانبندی شدند. جمعی از کارگران شرکت حفاری راستین در شهر سقز در استان کردستان تجمع کردند و به اخراج خود در آستانه عید اعتراض کردند. کارگران شرکت ساخت نیروگاه سانا در پاوه در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده دست به تجمع زدند. جمعی از کارمندان و کارگران شهرداری بروجرد به نمایندگی از 1700 تن از کارکنان شهرداری تجمع کردند و به پرداخت نشدن 3 الی 4 ماه حقوق و مزایای عقب افتاده اعتراض کردند. شمار کثیری از مردم سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه هفتم اسفند در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و نسبت به طرح احداث 2 کمربندی که شهر سامان را دور زده و مستقیما به پل زمانخان میرسد اعتراض کردند. کارگران شرکت جهاد نصر در منطقه لالی در مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. به گزارش دریافتی یک پیرمرد 60 ساله به نام رضا عقیلی در صف توزیع سبد کالا در شهر کرد به علت فشار جمعیت به کما رفت. مردمی که در صف بودند به خشم آمده و به مأمور سرکوبگر نیروی انتظامی که جمعیت را کنترل می‌کردند حمله کردند و با آنها درگیر شدند. این درگیری روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه جاری در مقابل یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر کرد رخ داد.